تسلیت خانم مریم رجوی به خانواده‌های قربانیان سیل. تجمع‌های اعتراضی در اهواز، شادگان و کرج. دونالد ترامپ: اکنون رژیم ایران در هر شهری با شورش روبروست. با سلام به بینندگان عزیز، توجه شما رو به در یک نگاه این ساعت جلب می‌کنیم. با بارش شدید باران از روز جمعه تا روز شنبه در استانهای شمالی شامل خراسان شمالی، گلستان، گیلان و مازندران و جاری شدن سیل، متاسفانه تاکنون 8 تن از هموطنان جان خود را از دست دادند. سر کشکول به سمت پلتان میبینی جاده را آب برده. خانم مریم رجوی طی پیامی گفت: صمیمانه ترین همدردی ها و تسلیت هایم نثار هموطنان سیل زده، به ویژه خانواده قربانیان. عموم جوانان خطه شمال را به یاری سیل زدگان فرا می‌خوانم. آخوندهای فاسد با غارت سرمایه‌های کشور و به هدر دادن آنها در سرکوب و تروریسم و جنگ، مردم را در برابر حوادث طبیعی بی‌دفاع گذاشتند. دونالد ترامپ شب گذشته طی سخنانی در ایالت کانزاس گفت: من از توافق اتمی وحشتناک و یک جانبه با رژیم ایران بیرون کشیدم. قبل از اینکه رئیس جمهور شوم به رژیم ایران نگاه می‌کردم که خاورمیانه را اشغال کرده، سوریه را گرفته، یمن را گرفته، به عراق رفته و همه چیز را گرفته. They were taking Syria. They were taking Yemen. They were going into Iraq. They were taking everything. Now they just want to make it. They just want to say they have riots in every city. اکنون فقط می‌خواهند بقای خود را حفظ کنند، چرا که در هر شهری با شورش روبرو هستند. دولت سابق به رژیم ایران 150 میلیارد دلار داده بود. 1.8 میلیارد دلار پول نقد داده بود. پول نقد. هواپیماهای مملو از پول نقد. و آنها این کار شرم‌آور را انجام دادند. جمعی از کارگران اداره آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 7 تا 12 ماه حقوق مقابل ساختمان اداره کل آب و فاضلاب روستایی در اهواز تجمع کردند. یکی از کارگران به جان آمده گفت: حدود 1,100,000 تومان حقوق می‌گیریم، اما در 7 ماه گذشته پولی دریافت نکرده ایم و امرار معاشمان با دستفروشی و مسافرکشی می‌گذرد. کارگران شهرداری شادگان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان دست از کار کشیدند و مقابل ورودی شهرداری تجمع کردند. 250 تن از کارکنان بیمارستان خمینی کرج روز شنبه به رغم بارندگی و حضور گسترده ماموران سرکوبگر انتظامی به اعتراض خود ادامه دادند. کارکنان این بیمارستان در اعتراض به پرداخت نشدن 11 ماه حقوق عقب افتاده تجمع کردند و خواهان تعیین تکلیف فعالیت بیمارستان و امنیت شغلی خود شدند. ماموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم آخوندی در آغاز سال تحصیلی جدید موج جدیدی از احضار و دستگیری دانشجویان معترض را شروع کردند. همزمان گزارش‌هایی از فشار به دانشجویان دستگیر شده در زندان‌ها در جریان قیام دی ماه 96 منتشر شده است. به تازگی 30 تن از متقاضیان کنکور تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد از تحصیل محروم شدند و مزدوران حراست دانشگاه از آنها خواستند برای گرفتن کارنامه خود از وزارت اطلاعات نامه تایید صلاحیت بگیرند. به پایان در یک نگاه این ساعت رسیدیم. از شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.